با سلام درود احترام خدا هموطنانم در جای جای ایران و دنیا خدمت شما ارزم که امروز اتفاقاتی در بندر فجیره دبی افتاده در دریای عمان. خیلی حرفا زده شد، خیلی حدیثا گفته شد، اما چیزی که من به خدمتتون عرض میکنم و ارائه میکنم محتمل ترین چیزی است که اتفاق افتاده باشه. احتمالش احتمال زیاد تو همین قسمت بالغ بر 90%. من چند ماه پیش عرض کردم خدمتون که نیروهای ضد حکومت عربستان، نیروهای افراطی، نیروهای شدیداً مذهبی تشکیلاتی زیرزمین تشکیل دادن و راجعی مثلا باید با اپوزیسیون صحبت خواهم کرد همین امشب تو همین کلیپ. و با توجه به نقشی که عربستان داره و کمکی به آمریکا داره میکنه و کمکی داره به اسرائیل میکنه و نفت سرمایه مردم کشور رو میفرسته، حالا کار داریم، کار خوب یا کار بد، اما این نفتکشایی که توشون اتفاق افتاده و انفجار انجام شده نفتکشایی است که مال عربستان سعودیه. حالا پروازه فجیره قطع شده، دوربینا رو قطع کردن، چیزی که گفتن حالا توش تو زرد در بیاد نمیدونم، اما در نهایت این مواد منفجره، این چیزی که تو اونجا اتفاق افتاده در داخل خود کشتی بوده، چون اونجا شدید کنترل میشه. اینی که ایران موشک زده، ایران این کاری کرده، ایران کاری رو بعید میدونم. نیروهای داخلی خودشون هست، القاعده هست، داعشه خودشون هست، وهابیه خودشون هست، تنروهای مذهبی خودشون هست و الی آخر. اینها این کارا رو میکنن به خاطری که نفت عربستان صادر نشه و اتفاقاتی باید بیفته میفته. اینا همیشه همینطور بودن. چه درست چه نادرست این کارا رو میکنن و همیشه هم بوده و هست. من همیشه یه توضیح به اپوزیسیون بدم. دوستان عزیز اپوزیسیون، قرون شکل ماهتون برم. عزیزان من، شما فکر کنید نماینده‌های آینده مجلس چند درصدشون آدم مذهبی خواهند بود؟ نباشن. چند درصد مردم ایران مذهبی هستند؟ چند درصد؟ شما چرا توهین میکنید؟ مگه شاهزاده عزیزمون نفرمودن؟ شاهزاده عزیزمون با زبان فارسی سلیس هم گفتن و هم نوشتن. مذهب یک مسئله خصوصیه. ما حکومت آیندهمون دموکراسی سکولار دموکرات هست. چرا این کارا رو میکنید که باز عواملی کشورهایی بیان حجتیه درست کنن دوباره، باز داره بلوا تو کشور پا کنن، باز بیان سی جوون رو بیارن مغز رو شستشو بدن، هر چیز رو بشوری تمیز میشه غیر از مغزشو بشوری کثیف میشه، که بیان گروه زیرزمین تشکیل بدن باز آینده کشور به هم بریزن. بس کنیم، بس کنیم، اینجا آتش بس بدیم به خودمون. تو هزار تا فوش به حضرت محمد بدی، به قرآن بدی، به عیسی بدی، به مسیح بدی، فرقی نمیکنه، چیزی عوض نمیشه. بیایم یاد بگیریم آینده کشور رو ببینیم، اگر درست میگیم، اگر عامل نیستیم، اگر نفوذی نیستیم، اگر خائن نیستیم، اگر خادم هستیم. نکنید، به هیچ جا نمیرسید. بچه مگه نمیخواد برگردی کشور؟ همین مردم جیگر شما رو در میارن، روزگارتون رو سیاه میکنن. شما پس داره بخواید نماینده مجلس بشید، آدم خیلی توانمند، با لیاقت، با عرضه، با سواد، اونجا اون یا وزیر کشور، وزیر هر چی باشه، اونجا به رأی نمیدن، اونجا چیز تو قبول نمیکنن. اون چیچی نامه رو میدن که مثلا شما بعد نماینده مجلس انتخاب میشن، بعد باید تمام نماینده تایید بکنن، نمیکنن. میگن این فلانجا تو این کس، فلانجا این کار کرد، فلانجا اون کار کرد، این برای مردم ایران احترام قائل نیست. دوباره میگیرن پرتید میکنن کنار، برگشت سر خط اولید. نکنید، یه مسئله خصوصیه. اگر دموکرات هستید، اگر به بیانات شاهزاده رضا پهلوی توجه میکنید، شاهزاده عزیز، نکنید. همین اتفاق تو عربستان افتاد، باز گروه زیرزمینی الان اخوان المسلمین مصر رو ذلیل کرده، باز برگشتن به اون لوله هاشون، برگشتن اونجا، باز دارن شروع میکنند. لیبی هم همچنین. بیاین برای یک بار درست عمل کنیم. البته اینم بهتون بگم ها، بکنید خودتون رو ذلیل و خار کردید، چون مدیا و دنیای اینترنت اینا همش میمونه، این سوابق شما تک تکش میمونه و میشین چوب دو سر طلا، از اونجا رونده، از اونجا مونده. خودت جرواجی رو بکنی به جایی نمیرسی. پس بهترین کار اینه که سه بار چهار بار فکر کنید، یک بار حرف بزنید، عمل کنید، از این فاز مذهب بیاین بیرون، به هیچ جا نمیرسید. خب پس اتفاقات میفته، باز غیر از این هم خواهد افتاد، شک در این قصه نکنید. که در عربستان من با گفتم خدمتتون، این گروه زیرزمینی شدید مذهبی،
اینا کار زیادی خواهند کرد بدون بربرگرد. حالا شیعه های اونجا هم هستن، اما بیشتر توان مالی رو اون گروه های چیز دارن، القاعده و گروه های بن لادن اینها دارن و همچنین داعشی اونجا هستن. شیعه ها زیاد ثروت ندارن، زیاد پول هم ندارن، ولی قصه هم نمیشن، اینا رو درجه حساس نمیگذارن کار کنند. پس این اتفاقات خواهد افتاد، شک نکنید. این قصه آمریکا میگه خودش حالا دیگه با کاری میخواد بکنه. یه مسئله به چند تا کشتی تجاری دبی حمله شده ظاهرا. البته آمریکا دو روز یا سه روز قبل هشدار رو داد، پس مشخصه که آمریکا تمام پیامای سپاه و ایران را شنود میکنه که دو سه روز قبل اختیار کرد که به کشتی های تجاری میخواد حمله بشه. اینا پس میدونسته و یه هشدار داده و الان الاخر. اما بحث جنگ، ایران خودش میدونه، ایران که میگه حکومت آخوندی رو من میدونم به درخواد حرز میکنم، اینا میدونند تحت هیچ چرا تو منطقه نه زورشون به آمریکا میرسه نه شکل این حرف هستند. اما یک کاری میخوان بکنند، میخوان یک تمرکز کنند، تمام نیروهاشون جمع کنند، قواهاشون جمع کنند، انتحاری ها رو جمع کنند، موشکاشون جمع کنند و بیان یک ضربه به اسرائیل بزنند. به قول خودشون هرچی تتمه حزب الله هست و این هست و اون هست و ارشد شعبی هست و اینا، حزب الله خودشون جمع کنند و متمر و اینا رو منتقل کنه، بدن منتقل کنه به یک کشور ثالثی و از اونجا یا از ایران فرق نمیکنه، یک یورش به قول من همه جانبه چند ساعته‌ای رو به اسرائیل بکنن که بگن ما زدیم. همین کاری میخوام بکنن. این احتمالش هست، احتمال این هست، ولی تو منطقه خودش میدونه کوچکترین تکونی بخوره تکونش میدن، اراده بخواد بکنه تکون بده تکونش میدن، حسابی در جا پودرش میکنن، خودش اینو میدونه. ولی خب توشون هم افرادی هستن که عمدنی کاری میخوان بکنن، میخوان کاری بکنن که تحریک کنن آمریکا رو، ولی آمریکا با احتیاط، همون تیکی قبلی گفتم با احتیاط رفتار میکنه، چون واقعی تبس فراموش نکرده، گفتم هیروشیما رو فراموش نکرده، ژاپن رو ابزارون رو، و روسیه هم بعدش نمیده اتفاق بیفته و خلاصه یک ماستی بشکنه، توغاری بشکنه، ماستی بریزد، این دوری برداره خودش ما کردیم. ولی در نهایت سپاه نسخهش پیچیده شده است، حوثی‌ها هم که همه رو جمعشون کردند و خلاصه بردن اونجایی که باید برن، چون دیگه سپاه ماده میکنه و الان حزب الله و اینها و اینها وارد بحث خواهند شد و جنگی اگه اتفاق بیفته دیگه جنگ پیشرفته است، جنگ بمباردمان تهران و خانه و اینا نخواهد بود. تاسیسات سپاه رو میزنن، قایقاشون میزنن، کشتیاشون میزنن، حالا رفتن فکر جدیدی کردن، موشکا رو قایق‌ها گذاشتن. خیلی جالبه، خیلی جالبه. بگذریم. پس جنگ دوستان اگه اتفاق بیفته، حتی شاید شما صدای ترقش هم نشنوید. اما دوروبری سلیمانی و دوروبری خامنه‌ای اینا از عوامل خودشون هم تا جایی که دلتون بخواد هست. همونجوری که زمان صدام برابر میرفت، این حسنی مبارک گفتش که ما ترنگ شد صدام رو میدونیم. ما اینا رو میدونیم. خاطرتون جمع باشه تو خودشون خیلی مسائل هست و درگیری خیلی تو شوخی شدیده و اختلاف نظر و فتح فراوان و هیچ تصمیم خاصی نمیتونن بگیرن. در مورد فراخوان‌ها دوستان من این خدمت رو عرض کنم، بارها گفتم تکرار میکنم، فراخوان در حالت حاضر در این وضع حاضر دادن یعنی یک نوع خودکشی. چرا؟ حالا قبلا گفتیم بکار ندارم، شما بدونید فراخوان تا شاهزاده عزیزمون وقتش نرسه و ایشون تشخیص نده و فراخوان نده، اون چیزی که شما میخواید نخواهد شد. اما در حال حاضر در این بحران منطقه اگر فراخوان بدید و اگر کسی بیاد بیرون خونش کردن خودشه، چون حکومت میگه ما در حال جنگ هستیم و اینها عوامل خارجی در داخل کشور هستن و الی آخر به خودشون حق میدن هر کاری بخوان بکنن، حتی نیروهاشون رو توجیه میکنند. توجه کردید؟ این است که وارد بازی فراخوان نشید، این پیشنهاد بنده است، تصمیم با خودتون، هر کس معمار زندگی خودشه. ولی این جوگیر میشن ال کنید بل کنید نمیکنن. مردم ایران تا زمانی که خود شاهزاده از اون تشخیص نده، زمانش فرا نرسه، این کار نخواهند کرد و نخواهند اومد. یه تعداد شاید بیان ولی اونها بیگدار با آب میزنن و برای خودشون و دیگران مشکل ایجاد میکنن. این پیشنهاد اینقدر جو فراخوان پرسیدید، من خلاصه بهتون در کل بگم، بازم تشخیص با خودتونه، این نظر شخصی بنده است.
در مورد سایت رایگیری متاسفانه نمیدونم چه مشکلی ایجاد شد. الان 3 روزه که سایت در دسترس نبود. من امروز از طریق فیلترش وارد شدم. دیدم که 3 روز رایا خیلی تغییر که غیر از رای شخص بنده. من خدمتتون عرض کردم. 2 هدف در ذهنم هست. برای 2 هدف میجنگم. برای 2 هدف تلاش میکنم. اول آزادی کشور، بعد آبادانی کشور. این دوره شورای گذارم جزء برنامه آزادی کشور هست. ولی الان من 3-4 روز میبینم که رای من 3 روزه که رای من ثابت مونده. هیچ فرقی نمیکنه. وقتی شازده رای بیاره همه ما رای بردیم. وقتی شهبانو فرح رای بیاره همه ما رای بردیم. این بازی ها رو برای کاراتون نکنید. زشته. در شأن شما ها نیست. در شأنتون نیست. من اهمیت نمیدم. یه نفر داشته شما که گفتی برای خودت تعریف نکردی. اون کلیپ رو یکی از دوستا درست کرده، اسم منم آورده پیدا کرده گذاشته. من یک سرباز هستم. سرباز راه برگشت نداره. ولی از الان بخواید وارد قضیه بشید، اعتماد مردم نسبت به شما سلب میشه. چه شیری داریم بالا برام شاهزاده رضا پهلوی، شهبانو فرح هستم اونجا. رأی اونها الان 99%. این بستمونه. حالا شما میاد این ور اون ور، اینا به جایی نمیرسید. یک نمیدونم چی میگن از این اینه که تجزیه طلب هستن، اینها میاریم بالا، به جایی نمیرسید. از شاهزاده است. فاصله زمین تا آسمون هست. ولی نکنید. در شأن شما ها نیست. شما خودتون رو خیلی از نظر علمی رو بالا میدونید. اما این کار درستی نیست. و بعد حتما یه ایمیل میفرستم اسم رو در بیارم، چون تو ایران دیگه نمیشه رای داد. تو ایران با فیلتر شکن هم خیلی مشکل، چون اینترنت سرعتش آوردن پایین. و یه جالبه که ترکیه هم چیز کردن، ترکیه هم آوردن و فیلتر کردن. حالا من کار ندارم، اهمیتی نداره واسه من. من کار خودم رو میکنم. مگر من با این رای گیری اومدم این کارا رو میکنم؟ 15 سال الان مستقیم میشم حرف میزنم؟ نه. و در دوران گذارم کار اصلا بهت کوتاهی نخواهم کرد، تا عمری باقی باشه البته. ولی در شای سایت که اینقدر زحمت کشیده، اینقدر فکر خوبی کرده و ماهیت و اون ظرفیت تمام گروه های پسر رو کرده، کارش ارزشمنده. رای من ملاک نیست. رای من انتخاب شاهزاده رضا پهلوی است که انتخاب بوده، ولی خب باز آمدن برای محکم کاری کاران کردن. مجاهدین، این، اون، جمهوری خواه، چپ، راست، تجزیه طلب، مزدور، خائن، همه اینها پتش افتاد بالا و نهایت علاقه مردم بینا مشخص شد. و اگر این سایت توی ایران باز بشه، فقط 48 ساعت حداقل رای شاهزاده 5-6 میلیون هست. شهبانو فقط 2-3 میلیون رای هست. این حداقلشه. حداقل کانال منو باز کنم، امتحان کنم 48 ساعت. اگه شهامتشو دارن، خب ندارن. مال من دو سه طرفه بستن هم اهمیت نداره. و الاخر چند شب پیش آقای شهرام همایون دوست بهتون بگم، یکی از بی‌نظیرترین افرادی است که من تو عمرم دیدم. باهوش در همه رده‌ها. نمره‌اش همش 20، توش 19 هم نداره. اگر با حکومت هست، اگر با این هست، با اون هست، با اون هست، هر چی که هست، دانسته یا نادانسته، داره به مردم خدمت میکنه. چند شب پیش مصاحبه داشتم با دوست از آقایون، آقای حسین بر بودن، آقای یک دو سه نفر دیگه اسمش یادم رفته بودند. ایشون وسط این دعوا چه نرخی رو تعیین کرد؟ داشتن صحبت میکرد، اصلا بحثی دیگه بود. یه دفعه گفتن که اگر سپاه جمهوری اسلامی مینگذاری بکنه، خوب دقت کنید دوستان، خوب دقت کنید، مینگذاری بکنه، تنگه هرمز اینجوری بکنه، اینجوری بکنه، اینجوری بکنه، اصلا اونم از جنگ چی نمیدونستن، همینجوری نگاه میکردن، چه سردرگم نگاه میکردن، مینگذاری بکنن، فلان بکنن، 20-30 بکنن، اینقدر زمان ببره کارا رو بکنن، اینقدر پخش بکنن، 200 برابر این زمان نیاز است اینو پاک بشه. این حرفو کی به آقا همایون گفته؟ شما متخصص جنگی؟ نخیر. بهت گفتن، دیکته کردن که بترسونی. اما دیگه تمام ترس ما از بین بلا بود. اکنون دیگه چه ترسیم در این بلایی؟ اینجوری همیسه آقا همایون تو میگه. ولی زرنگی، خوشم میاد. هر کاری که میکنه از هر طرف که میره، باز ته دلت شاهنشاهیه، ته دلت برای ایران میتپه، ته دلت اینجوری است. اما خب جایم گیر کردی. حالا من اینجا برمیگردم آقای همایون، رو سخنم با شما. من خواست چند روزم زنگ زدم به شما جواب ندید که بگم میخوام یک کیلو باجام پر کنم، ولی الان وقتش نیست، ولی پر خواهم کرد. من تمام کارو شما توی سالا تحلیل میکنم. تو تمام پست خارج که شبکه تلویزیون دارن، اگه نمره بخوام بدیم از 100 تا 10، اونا همشون جمعشون به 10 نمیرسه،
به جرئت به شما میگم خیلی بچه‌ها زیاد هستن، اما شما نمرت همون فاز 100 هست. من کارا شما رو میبینم، فصلی میبینم، به روز میبینم، به نرخ روز میبینم، همینا رو میبینم. یه قانونی هست، قانون 10-10-20. من قبلا خیلی تعریف کردم. یکی از علله که حکومت خیلی سریع داره میپاشه از هم دیگه و توی چند سال مرتب ضربه میخوره و به قول سایت تابناک در طول این سالیار سابقه نداشته که اینقدر اپوزیسیون خارج از کشور دست حکومت رو کنه و سیانه و کارای کردار سیاهیش در رو و به مردمشون بده که اینقدر دزدی کرد، اینقدر خیانت کرد، راحت برد، اینا سابقه نداشته. علت این هست که الان خدمتتون عرض میکنم وقتی قانون کائنات بخواد بشه اینجوری عقل طرف رو میگیره. یه قانون است 10-10-80، همیشه 10 تا مثبت است، 10 تا منفی است، 80 وسط وین هستند. در تمام امور همین جواب میده، هست قاعده است. 10 تا منفی، 10 تا مثبت. اگه مثبت ها قوی بشوند این 80 طرف اون میرند، اگه منفی ها قوی بشن طرف این میاد. اینا مرتب با هم در جنگ هستن. اما جمهوری اسلامی چه اعتراض سپاه، چه اعتراض سپاه قدس، چه اعتراض وزارت اطلاعات، اینا آمدن از این 10 تای خودشون یه عده رو فرستادن تو این 10 تا این طرف نفوذی بقول خودشون. حالا دارم میگم به خاطر یه تمام شده از کارتون فرستن این طرف. این 10 تا این ور 10 تا مثبت بودن، 7-8 تا، 5 تا، 6 تا هم مثال میزنم درصد تناسب ببندیم، رفتم اون طرف که به نفع اینا کار کنن. اینا ضعیف شدند. اینا که رفتن این ور یکی به میخی که به نر میزدن، این آقای شهرام همایون که یکی باهوش ترین هاست، باهوش ترین هاست، یکی به میخی که به نر میزنن. بعد خدا این وریا ظاهرا قوی تر شدند، اما قوی تر شدن، اینا ضعیف شدن، اینا اتاق فکرشون رفت چون در دست نبودن دیگه ارتباطات آنچنان اینها. حالا یه 80 نفر این وسط وقتی که میبینن مثلا میاد فلان شبکه فلان چهار تا خبر درست، دو تا خبر فیک میده، دو تا خبر فیک رو ولش میکنه، چهار تا مثبت میچسبه، اکثریت اومدن این طرف. حالا وقتی اینا گرفتن توی اینجا و اینا قدرت در اینو میبینن میگن گورو پدرونه کرده، پولم گرفتن میشه جان. اون آقای که میاد تو شبکه فلان میگه که ما هر دفعه به شما 100,000 دلار میدادیم، نوش جانش، گوره وجودش، گرفته کار کرده. اگر 10 تا به نفع جمهوری اسلامی زده، 50-60 میبری زده، 20-30 هم خونسا زده. آدم باهوشیه، کارشو بلده، زرنگه، اما برداشت مردم این هست که اون چیزی که میخوان از توش در میارند. یا آقای از توی تهران برنامه طنز و خنده داره، 3,000 نفر هفته ای میرن برنامه یا آر میبینند، از اول برنامه تا آخر برنامه همه چرت و پرت میگه ولی مردم همه میخندن. میدونین چرا؟ بیتیاش هم از 300,000 تومن هست تا 40,000 تومن. میده چرا مردم میخندن؟ چون مردم رفتن اونجایی که بخندن، یه رو هرچی بگه مردم میخندن. وقتی میرن تو مسجد گریه کنن، یه رو هرچی بگه مردم گریه میکنند. مردم میخوان از توی حرفای اپوزیسیون امثال شهرام همایون و امثال بچه هم جالبه، مهمانه خوبی دعوت میکنه، شاهکاره، مهمانه باسواد، مهمانه غیر قابل خرید، مهمانه که حرفشون میزنن و مردم اینها رو میگیرن چون خود شهرام در حاشیه قرار میگیره. اما حرفی که بهش گفتن بگو میگه، اون دیالوگ خودشو میگه، امام حسینش هم میکشه، کاراش هم میکنه، اما مردم به حرفا توجه نمیکنند. خیلی کم یک نفر از افرادی که بخوام کار کارشناسی بکنن، چون میدونن تو حرفای شهرام پیام هست و تبریک میگم بهت که نوابقی هستی که توی اپوزیسیون هستی و شاهکاری. میفهمی من چی میگم؟ منم میفهمم دارم چی میگم. در نتیجه الان این ور قوی تر شده، چه از اون ور چه از فرق نمی کنه و این خیلی خوبه و این هست که اون ور تضعیف شدن. و بعد جالبه که اونها سه تا گروه هم با هم اختلاف دارن، این همونه که بعدم مونده طرف مطلب با هم اختلاف دارن و این اختلاف هم واسه کمک به این طرف. آقا یه عده هنوز هستن که آقا اینجوری میکنن اونجوری میکنن علم میکنن، نه خیر دوستان از یه گذشته توانی حرفا رو دیگه ندارن، بارشون اینقدر سنگین کردن که داره شاخه هاشون همه میشکنه و ریشه داره کنده میشه درختشون و اینم برای نسته. خب من در مورد آقای غزالی صحبتی کردم، سوال زیادی اومده و اعتراض خیلی خوب اومده. ایشون یک آدمی است که من فکر نمی‌کردم، من واقعا میگفتم باید این پیغمبرزاده است، اما علی غزالی داماد سابق آقای نجات وقتی که میاد از سایت باستابی برای بیاد بیرون، ایشون شروع میکنه به یا یاد میگیره به کلاهبرداری کردن و یا اینکه کارچاخ کنی. مثلا بهتون میگم با شما یه قرارداد می‌بندی پرونده‌تو بره برات
برائت رو بگیره، اما پول نمیگیره. چی نمیگیره؟ بگه پول گیر حق حساب. نه، یه قرارداد باشه مثل 1800 تا سکه طلا من به شما فروختم بی قیمت، رسید چه بهش میدی، چک چه بهش میدی. این زرنگی کارش رو بقول معروف. حالا کم کم تش داره در میاد، چند نفر دیگه هم گفتن، تا 5 نفر جمع شدن و من یک کلیپ مفصل و جامع راجع علی غزالی خواهم گذاشت و کلاهبرداری کنه شرخبی که کرده و این قرارداد اینجوری که داره تهران داره میخواد که ذلت و بدبختی میشونه و دست قوه قضاییه هم بازه. اگر آقای رئیسی راست میگه همین جرم فساد جمعش کنه، اند دروغگوی دنیاست، چون تو مسئولین گشته استا شده. اون اعتراضی که از نجات داره یا هارد داره، تمام نامه ها رو میگه، گفتن که بگن که خودش میگه، البته واسه من که من همه نامه ها رو ازشون کپی میگرفتم، علم میکردم، عکس میگرفتم، نگه داشتم. تمام مکاتبات دفتر خامنه ای رو، نورچشمی خامنه ای بوده زمانی، و حالا اومده کلاهبردار حرفه‌ای شده، دروغگو حرفه‌ای شده، پلید حرفه‌ای شده، و این خیلی خوبه. حتی دو جریان بورسی‌ها که حرف زد، گفتن تو چی می‌خوای؟ گفت من یه بورسی مجانی بدیم، بذار کنکور بدیم، چون هم کارم کردم، بورسی دکتراشو بهش دادم، بذار کنکور دادم. بعد حالا ادعا کردی این اونور که آقا من 2 سال دکترا آلمان خوندم، اگر تو پاتو تو اروپا واسه باشی من گردم. اون خانمی که الان رفته و ازش دفاع میکنه، خانم عزیز سرت کلا گذاشته. یک نشون به شما بده که از میره باقی برف عکس میگیره میذاره، که یک عکس از برلینی که بوده 2 سال بعد نشون بده. بگذاریم بعدا صحبت خواهم کردم کار داشته باشم. یعنی خوراک دارم واسه آمد نیوز و واسه اونه که دنبال علی غزالی بودن. خب تا کلیپ بعد، خدا نگهدار، ایام بکن، روزگارتون خوش، که خلاصه حکومت با آخر خطش رسیده.